الگوی 61-70 قلب توی نوار قلب خودش رو قرار نشون بده، اونم با محمد و رضا. امروز زیستشناسی رو داریم در جلسه دوم. نوار قلب یه دونه سوال 100% کنکور هر سال میومد برای بچهای نظام قدیم و نظام جدید، یعنی خیالتون راحت باشه هر سال یه سوال کنکور از این قسمت داریم، با 60 دقیقه آموزش و حل تست و همچنین 2 ساعت دیدن فیلم از طریق شما. کاملا درسته بچهای عزیز، مطمئنم الان تو بهترین وضعیت ممکن قرار دارید. خیلی جالبه به من تو همین روزهای اخیر که بچه ها مراجعه میکنن، تو آزمون‌های آزمایشیشون بالاتر از 17% نمیزنن زیست شناسی. الان دیگه شما به 40% نزدیک شدید. قدر خودتون رو بدونید، قدر داشته هاتون رو بدونید، پر انرژی ادامه بدید. سعی کنید اگر مبحثی تو زیست شناسی فراموش کردید برای خودتون یاداوری کنید. روز 15 باید زیست و صد بزنید تو آزمون جامعه و مطمئنم که میزنید. حتما این اتفاق میفته، مطمئن باشید، شک نکنید. زندگی نیست به جز دیدن یار. هر کسی یه یاری داره. یار یک از اینی که خودش رو صبح تا شب تره میکشه، موفق شه و هدفش برسه، پدر مادرش رو خوشحال کنه. یار یک از اینه که میخواد بره فکرهای بزرگ جهانی داره. یار یک از اینه که یه دردی رو دیده، میدونه که خدا بهش قدرت داده این درمان رو انجام بده. انگار درمان این درد با این آدمه، رسالتش تو این دنیا اینه که بره درمان اون درد رو انجام بده. بالاخره هر کسی یه یاری داره و آدم هر موقع به یارش میرسه نوار قلبش یه جوری میشه. برای همین امروز میخوام بریم درباره نوار قلب به روش 61-70 صحبت کنیم. البته باید بگیم که در کنکور فوق‌العاده اهمیت داره. یه سوال قطعی کنکورت، یه سوال هم بزنی ها. بزنی با چی؟ 61-70 حلال مشکلات سوالات نوار قلب. جدی میگه آقای شعبانی؟ بریم ببینیم. قطعا این دایره سوال کنکور به نام انقباض ها و عمل کرد های قلب. اما چجوری بریم؟ انقدر این مبحث مهمه بله که باید بریم و بیاییم. و اما نوار قلب با الگوی 61-70. خب بچه ها، قلب یک دوره کار دارد. دوره کار قلب در نگاهی کلی به 3 مرحله تقسیم بندی می شود. مرحله دهلیز انقباض. پس اینجوری بچه یاد بگیرن: دهلیز انقباض، بطن انقباض، بطن انقباض، استراحت عمومی. خب در مرحله دهلیز انقباض، اسمش با خودشه، یعنی دهلیزا دارن انقباض پیدا میکنن، و در مرحله بطن انقباض بطن داره منقبض میشه، و در مرحله استراحت عمومی یعنی هم دهلیز هم بطن در حال استراحت. خب بچه با شکلهای ما نگاه کنید، این دوتا بالایی دهلیزن، قطعا دوتا پایینم بطنن. این دریچه سلختیه، اینم دریچه دولختیه، این دریچه سینی ششیه، اینم سینی آورتیه. این آدمک ها نماد انقباضن، یعنی نیرو انقباض. اگر دریچه رو سبزشون دادیم یعنی آن دریچه باز است و خون در حال عبور ازش. اگر دریچه رو قرمزشون دادیم یعنی آن دریچه بسته است و اجازه عبور خون را ندارد. خب بازی از اونجای شروع میشه که خوبه بگیم وقتی میگیم انقباض یه تصویرسازی ذهنی کنیم. شاید خیلی علمی نیست اما به ذهنتون کمک کنه. آقا آب بریزید تو بادکنک. خب بادکنک رو به زور توش آب بریزیم. خب آره، فشار بده بادکنک رو. آب میریزه بیرون. فکر کنید بادکنک دهلیزه. خب این نیرویی که در بادکنک وارد میشه همون نیروی انقباضه. خب اون آبه که داخل بادکنک خونه داره میریزه بیرون. درست. تموم شد. وقتی میگیم دهلیز انقباض یعنی یه همچی حالتی متصور شد. شاید خیلی علمی نیست ولی ذهنتون کمک میکنن. بچه ها تو دهلیز انقباض پشت دهلیز نیروی هست، یه انقباضی هست. دهلیز داره خودش منقبض میشه.
خونم رو فشار میده پایین تو بطنا، پس از چه سلختی درختی بعد باز باشن و خون بیاد پایین. در حالی که دهلیز ها در انقباضن، اما بعض ها در حال استراحت هن. برای همین هم دریچه های سینی باید بسته باشن و در حقیقت وقتی که دهلیز داره منقبض میشه و خونو با فشار میده و بطنا اتفاقا بعد در حال استراحت و داره خونگیری میکنه. پس کل داستان اینجوری شد، دهلیز منقبض بود، بعد داشت استراحت میکرد. چرا؟ چون دهلیز داره خودش از دست میده ولی بعد داره خونو میگیره. اون جایی که داشت خون میگرفته تو بطنا، منظورم ها این بطنا، میگه آقا بعد داره خون میگیره، پس اون بعد داره استراحت میکنه. خب بچه این مرحله، مرحله که دهلیز منقبضه و خونش مونده به بطن، یک دهم ثانیه طول میکشه. پس این شد مرحله یک دهم ثانیه، حدود یک دهم ثانیه طول میکشه. خب بیاییم مرحله بطن انقباض. قراره این دفعه بطن ها منقبض بشن، یعنی اون آدمک ها برن پشت بطن فشار بیارن. وقتی بطن منقبض بشه دریچه های سینی باز میشن، بله، خون با فشار میره بیرون تو سخرگا، خون از بطن راست میره تو سخرگ ششی، از بطن چپ میاد تو سخرگ اون و خون میپاشه تو سخرگا. در همون حال که بطن منقبضه، در همون حال که بعد داره خون با فشار میده بیرون، دهلیز در حال استراحت، بله، برای همین هم دریچه سلختی و دولختی بستن و دهلیز داره خونگیری میکنه. این مرحله 0.3 ثانیه طول میکشه، حدود 0.3 ثانیه. خب اما استراحت عمومی، دهلیز یه بار منقبض شده رفته تو استراحت، پس در استراحت میماند، بله، بس یه بار منقبض شده اونم میره تو استراحت، هم دهلیز الان در استراحت هم بطن، به این مرحله میگن مرحله استراحت عمومی. عمومی یعنی همه عموم استراحت کنن، همشون با هم. اما به علت فشار خونی که رو دریچه سلختی و دلختیه، خون داره از دهلیز میاد تو بطن ولی نیروی انقباضی در دهلیز مشاهده نمیشه، چون شما گفتید هر دوتاشو در استراحتن، هم دهلیز هم بطن. بچه ها بازم داریم تاکید میکنیم، به شدت در کنکور مهمه، در استراحت عمومی قلب خون از دهلیز به بطن میآید اما دهلیز در حال استراحته. این مرحله 0.4 ثانیه طول میکشه. خب اگر رو هم جمع کنیم میشه 0.8 ثانیه یک دوره کار قلبه. قلب حدود 0.8 ثانیه تو افراد مختلف و سن مختلف و جنسیت ها میتونه فرق داشته باشه. خب پس بچه ها بیاییم اگر موافقید استراحت عمومی قلب رو برداریم بذاریم اول. خب آها، این شد استراحت، این شد استراحت عمومی قلب، الف استراحت شد. خب این شد دهلیز انقباض. خب این شد بعد انقباض. استراحت عمومی حرف اولش الفه، آره، دهلیز انقباض حرف اولش داله. خب بطن انقباض حرف اولش به. خب قلب در هر دوره ادب را رعایت میکند. ادب چیه؟ استراحت عمومی به ادب ده. خب دهلیز انقباض و به بطن انقباض، قلب در هر دوره داره ادب را رعایت میکنه، میگه ادب یه دوره کارش تموم میشه، یعنی استراحت عمومی میشه گرد به دهلیز انقباض به بطن انقباض، دوباره میگه دوباره ادب، دوباره میزنه. هر کدوم از ادبا حدود 0.8 ثانیه طول میکشه. تکرار میکنم متن کتاب کانون میخوام بگم، یکی متابولیسم مهمه، خب یکی داره ورزش میکنه قطعا این ادب تندتر میچرخه، زمانش فشرده تر، یعنی مثلا میگه ادب تندتر میگه. خب اگه استراحت داره میکنه، دراز کشیده ریلکس داره یه فیلم آروم میبینه، میگه ادب. خب زمان 8 طولانی تر میشه. حالا سن و جنسیت هم مهمه، سن و جنسیت هم مهمه. مثلا هرچی پرنده ها دونه که بالا مثلا قناری دارن میدونن، چون خیلی قناری کوچیکه ضربان قلبش خیلی زیاده، خیلی زیاده و جالب اینه هرچی جسه کوچیکتر ضربان قلب تقریبا بیشتره به طور کلی. یه تصویر شماتیکی من به بچه ها بدم و شما توضیحات رو بدید. بچه ها به خاطر که شما راحت تر باشید و راحت تر بفهمید، ما یه تصویر شماتیکی درست کردیم، گفتیم این همونه، این همون قلب است، این یه قلب دو حفره بالا دهلیز، دو حفره پایین بعد استراحت عمومی، یعنی خون داره دهلیزا میاد توی بطن، هیچ نیرویی هم تو کار نیست، هیچ انقباضی در کار، و مواظب باش سینی رو رسم نکردیم. چرا رسم نکردیم؟ نه بس است، یعنی بس است.
بعد اومدیم اینجا دهلیز انقباض. خب اف گذاشته، اف یعنی نیرو. آره یعنی یه نیروی انقباضی تو دهلیز وجود داره، چون دهلیز انقباضه. بله و خون داره از دهلیز دوباره میاد داخل بعد. بعد وقتی اینجا درچه سینه نداشت، یعنی اونم بسته است. چه جالب، هم تو استراحت عمومی درچه های سینی بسته، هم تو محله یک دهم ثانیه انقباض دهلیز ها درچه سینی بسته است. اما بیم تو محله انقباض بعد، در واقع میشه بگی بچه ها بعد به علت بزرگ بودن یک انقباض کوچولو داره. نگیم حالا علمی شاید بهش ایراد وارد شه، ولی من میگم یه انقباض کوچولو داره از این وسط دیوار دو بعد شروع میشه. بله. بعد این پخش میشه در کل بعد و بعد میره تو انقباض. وقتی بعد میره تو انقباض یعنی نیروی انقباض به بعد داره فشار میاره، افا به بعد فشار میارن، پس خون از دریچه های سینی داره خارج میشه، دریچه دولختی و سلختی هم بستن. پس این هم تصویر شماتیکی که بچه ها یادشون باشه. بله. اگر اینو دیدید نماینده استراحت عمومیه. بله. اینو دیدید نماینده دهلیز انقباض. بله. اینو دیدید نماینده بعد انقباض. خب آقا شهوانی خیلی شیک جا انداختن. حالا ما خواهیم یه موضوع دیگه هم بررسی کنیم، نگاه طراح. آقا اینجا استراحت عمومی موافقی؟ بله. در استراحت عمومی خون وارد دهلیز می شود؟ خون وارد بعد می شود؟ خون از بعد خارج نمی شود؟ نمی شود. آقا در ته استراحت عمومی حجم خون درون حفرات بطنی رو به افزایش یا رو به کاهش؟ از اونجا که دهلیز داره خون میده به بطن، پس حجم خون پشت سد بطن داره میاد بالا، پس توی بطن داره میشه پر از خون، بطن داره خونگیری میکنه، حجم خون بطن رو به افزایشه. آقا توی این استراحت عمومی برای خروج خون از بطن ممانعت وجود دارد یا ندارد؟ چون دریچه ها قرمزن اجازه خروج خون را بطن نمیدن، ممانعت وجود دارد. بچه ها نگرم چرا شاکری داره سنگین صحبت میکنه، مثل طراح داریم صحبت میکنه. طراح بارها در کنکور مثلا میگه در محله 14 ثانیه‌ای مانعی برای خروج خون از بطن وجود دارد. آره مانع، ممانعت، از این واژه استفاده میشه. در مرحله 14 ثانیه یا استراحت عمومی، خب برای خروج خون از دهلیز ها خب ممانعتی وجود دارد یا ندارد؟ ندارد، درچه سخت درخت بازه. تموم شد. بریم سراغ مرحله 1/10 ثانیه انقباض دهلیز ها. در مرحله 1/10 ثانیه دریچه های دولختی سلختی باز می شود یا باز می ماند؟ باز می ماند، قبلا باز بوده الان هم باز هست دیگه. مواظب باش توی 1/10 ثانیه باز نمیشه. بارها و بارها شهرام تاکید کردن توی آزمون ها و توی کنکوری سوژه اومده بچه‌ها مشکل برخوردن. در طی 1/10 ثانیه حجم خون دهلیز ها رو به کاهش یا رو به افزایشه؟ دوالی خب معلومه دیگه، حجم خون دهلیز ها رو به کاهشه، چون خون رو دارن میدن به بطن. حجم خون بطن رو به اتفاقا چون بطن رو خون میگیرن پشت سد بطن داره خون میاد بالا. مورد بعدی، در طی انقباض دهلیز ها دریچه سینی بازه یا بسته؟ دریچه سینی جفتشون قرمزن، یعنی دریچه سینی بسته است، چون بعد داره خونگیری میکنه. بسته میماند یا بسته میشود؟ بسته میماند، به خاطر اینکه قبلا بسته بوده اینجا هم بسته هست. بسته پس مواظب شکلا باش، داریم مقایسه میکنیم با هم. مورد بعدی، در طی انقباض دهلیز ها آره. در طی انقباض دهلیز ها دهلیز خونگیری داره یا نداره؟ درسته برید کلن تو محله 8 کلن تو محله 8 یعنی 14 و 10 و 3 خون داره میاد تو دهلیز ها. پس مواظب باش، دهلیز همیشه داره خونگیری میکنه، بعضی وقتا زیاد خونگیری میکنه، بعضی وقتا کمتر خونگیری یعنی میکنه، یعنی سطح خونگیریش تو محله 8 یه خورده متغیره، یه جا کم یه جا زیاد، ولی در کل همواره خون داره وارد دهلیز میشه. مثلا محلی 3 ثانیه، محلی 3 ثانیه نماینده کی بود؟ بطن انقباض. بطن انقباض. خب در محلی 3 ثانیه خب دریچه‌های دهلیزی بطنی یعنی سلختی و دولختی بسته میشوند یا باز میشوند؟ بسته میشوند. باز بود، حالا ضربه در زدی، یعنی بسته شد. تو مرحله 3 ثانیه حجم خون دهلیزا رو به کاهش یا رو به افزایش؟ حجم خون دهلیزا رو به افزایش. حجم خون بطنها رو به کاهش، چون خون داره میره بیرون ازشون. دهلیزا در حال خونگیری بودن، بطنها در حال خونگیری. دهلیزا در حال خونگیری بودن، بطنها در حال الان در حال خوندهی هستن. خونگیری نه، خون داره میره، خوندهی هست. پس حجم خونش رو به کاهش. کاهشه. مورد بعدی، در طی انقباض بطنها خب برای
برای خروج خون از دهلیزا ممانعتی وجود دارد یا وجود ندارد؟ ممانعتی وجود دارد چون سلخته دو لخته بستن. برای خروج خون از بطنها ممانعت وجود دارد یا ندارد؟ ندارد، دریچه‌های سینی بازه. در طی انقباض بطنها فشار خون درون بطن رو به افزایش یا رو به کاهش؟ برگردیم به بادکنکه. آفرین. برگردیم به بادکنکه. وقتی من درم بادکنکه رو فشار میدم، خب داره نیروی باره. در واقع تماس خون با دیواره بادکنکه، تماس آب با دیواره بادکنکه داره میره بالا، پس خون با فشار بیشتر از اون بادکنک بریزه بیرون. آره. پس فشار رو به افزایش، حجمش هم رو به کاهش. خب این شد یه نگاه کلی نسبت به هر مرحله. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آقا جانم، بچه ها میگن از آقای شاکری سه تا سوال داریم. بفرمایید. میگن یک، از آقای شاکری بپرسید در هر زمانی از دوره کار قلب که بطرها در حال خونگیری هستند، بعد میخواد خونگیری کنه. ببینید، سه دهم خون از دست میداد. یه لحظه، سه دهم کار قلب بد بود، یه بد منقبض شد موافقید؟ خون از دست میداد، پس پنج دهم بر خون بگیره. پنج دهم شامل مرحله چهار دهم و مرحله یک دهمه. بچه ها انگوشت من دیدید؟ آره. یه بار دیگه قلب چقدر بود؟ هشتا. سه دهم داره خون از دست میده. بطرا سه دهم خون از دست میده. پس پنج دهم داره خون میگیره. این پنج دهم چیه؟ عدد چهار، عدد یک. چهار نماینده کی بود؟ استراحت عمومی. یک نماینده کی بود؟ انقباض دهلیز. آقا بچه ها میگن آقا شاکر روسی در هر زمانی که بطرها در حال خونگیری هستن قطعا دهلیز ها منقبض هم. نه، تو یک دهم منقبضه، تو چهار دهم منقبض نیست. جمله غلط بود. بله. بچه یه سال دیگه هم دارم. بفرمایید. مدت زمان استراحت دهلیز ها بیش از مدت زمان استراحت بطرها است. یک دهم و چهار دهم بچه ها میتونن مقایسه کنن. یک دهم کمتر از چهار مدت زمان استراحت دهلیز ها. ببخشید اشتباه شد، ببخشید. از هشت دهم دهلیز چقدر کار میکنه؟ دهلیز یه دهم کار میکنه. پس هفت دهم داره استراحت میکنه. ای دهلیز یه دهم کار میکنه، هفت دهم استراحت میکنه دیگه. خب عدد بزرگیه دیگه. کی بود استراحت؟ بطر. خب بطر از 8 دهم 3 دهم کار میکنه. چقدر سال؟ خب 7 دهم بزرگتر از 5 دهمه. پس جمله درست شده. بله. یه چیزیه. بفهم. بچه‌ها میگن سال آخر، سال سوم. مدت زمان انقباض دهلیز یک دهم کمتر از مدت زمان انقباض بعد. من میگم درست. اصلا تیکه دومم نگو. کمتر از یک دهم نداریم که. خب انقباض بعد چقدر بود؟ سه دهم بود. انقباض دهلیزم یک دهم بود. یک دهم کمتر از سه دهمه. آقا شبانی جا. یه مطلب خیلی جالب گفتید. در طی انقباض بطنها دریچه سینی باز یا بسته؟ در طی انقباض سینی باز. دریچه بطنی هم بسته. خب از 8 دهم 3 دهم انقباض بطن، موافقی؟ پس 3 دهم هم دریچه سینی بازه. پس 5 دهم بسته است. آره دریچه سینی. چون بچه‌ها میگید 5 دهم سینی 5 دهم بسته. خب 5 دهم یکیش میشه 4 دهم، یکیش میشه 1 دهم. خب برگرد انقباض بطنها. خب. تو انقباض بطنها دریچه دریزی بطنی بازه یا بسته؟ یعنی دریچه سلختی لختی بسته. فایسا 3 دهم بسته است. چقدر بازه؟ 5 دهم دریچه سلختی لختی. خب 5 دهم شامل 4 دهمه و 1 دهم. و 1 دهم. بچه کار با انگوش یاد بگیرید. برای اونجا که بحث زمان میاد وسط، حالا دستو بیار بالا، تو زمان انگشتات پیدا کن، همه چی حل میشه. برای اینم یادتون باشه اگه 3 دهم مثلا انقباض داری بقیه استراحته، اگه 3 دهم فلان چی رو بسته داری بقیهش بازه. اینو مواظب باشه. خب پس ما بیام یه کاری کنیم. بفرمایید. این استرو بزنیم ناحیه 1. خب ناحیه 2، ناحیه 3. تو ناحیه 1 خب داره استراحت عمومی. آره خون از دهلیز داره داخل بطن. تو ناحیه 2 هم دهلیز منقبضه. این نیروه. پس این همون انقباض دهلیز هست. آره. تو ناحیه 3 هم که بطن منقبضه. تو ناحیه 3 هم که بطن بعد انقباض بطن. پس ناحیه 1 استراحت عمومی، ناحیه 2 دهلیز انقباض، ناحیه 3 بطن. که همون عدد خودمونه که این. آره دیگه این 14 این 4 دهم 1 دهم 3 دهم اینا همون ادب خودمونه. استراحت عمومی دهلیز انقباض
بس انقباض. پس بچه ها دیگه با این شکل مشکلی ندارم. فقط بچه ها همش یه حدود میخواد، حدود 14، حدود 13، مثلا حدود 11 و حدود 18. حدودا رو داشته باشید. خب تو کتاب اومده. آقا بریم اینا رو توی انیمیشن ببینیم. یعنی بریم ادب رو ببینیم. آره بریم ادب رو ببینیم. ببینیم. اول استراحت عمومیه، بعد دهلیز انقباض، بعد بطن انقباض. آقا طرف راست قلب میشه دهلیز راست، بطن راست. طرف چپ قلب دریز چپ، بطن چپ. این دریچه سلختیه؟ بله. این دریچه دولختیه؟ این دریچه سینی شوشیه؟ این هم که سینی آورتیه. این رگ آورته، این سخرگه شوشیه. این هم چهار تا سیاه رگ های شوشیه. بله. بزرگ سیاه رگ زبریم، بزرگ سیاه رگ زیر. رشته های ارتجایی به برجستگی های مایچه ای درون بطن اتصال دارن. بریم شروع کنیم. خب اگر ادب بخوای رعایت کنی باید اول روی سراغ استراحت عمومی. تو استراحت عمومی داستان از این قرار بود که خون از دهلیز میومد داخل بطن، هیچ کس هم در حال انقباض نبود. اینا همشون در حال استراحتن، دهلیز داره خون از دست میده، بعد داره خون میگیره. دبله دهلیز انقباض، دهلیز منقبض شد، بعد داره خون میگیره، دهلیز داره خون از دست میده. دبله بطن انقباض، بطن منقبض شد، خون از دست میده، خونش کم میشه. تمام شد، ایشو ادب. آقا حل دیگه استراحت کنم، دهلیز انقباض، بعدش میشه بعد، بعدش هم حتما میشه بعد. اما بریم سراغ یه ماجرای دیگه. بچه ها اینه که بلدن. بله تکراریه، قبلا آورده بودیم در مورد صحبت کرده بودیم. بله. خب آقا من باید یه چیزی رو جا بندازم. بفرمایید. یه کنترل به من میدین؟ بله. بفرمایید. این یه کنترل. مرسی. آقای شاکری جانم، کنترل رو به من بدید. بفرمایید. چه اتفاقی افتاد؟ دستور، دستور من انتقال پیدا کرد. بله. ایشون اجرا کرده. بله سه مرحله رعایت شد. یه بار دیگه ببینیم بچه‌ها قبول کردن. آقای شاکری کنترل رو بدید، دستور صادر شد. آقای شاکری کنترل رو بدید، دستور صادر شد. این دستور به صورت امواج صوتی رب انتقال پیدا کرد، رسید به آقای شاکری، آقای شاکری هم اجرا کرد. بفهمید. مگه غیر اینه؟ دستور، انتقال، اجرا. آقای شاکری کنترل رو بدید به من. آقای شاکری کنترل رو بدید به من. آقای شاکری کنترل رو بدید به من. آقای شعبانی هزار بار اینو به من گفتی، ملکه ذهنم شد دیگه، میدونم چی میخوای. بگی شاکری که من ارسال میکنم بیاد. یعنی وسط دستور من شما اجرا کردی؟ بله دیگه، چون انقدر دیگه من گفتم ملکه ذهنت شد. بله. گفتم آقای شاکری یه دفعه داد به من همینجی که آقای شاکری اجرا کرد، گفتم آقای شاکری کنتو دیگه اجرا شد. وسطش هم که من گفتم رولو بدید به من، یعنی وسط دستور من آقای شاکری رفت تو اجرا. بله آقا یه جمله بگیرش، وسط دستور من آقای شاکری رفت تو اجرا. تموم شد، چون این دستور خیلی تکراری بود. بریم یه بار کار قلبو ببینیم. بریم. پیش آهنگ دستور صادر میکرد، میگفت آهای انقباض. بله دستور انتقال پیدا میکرد، درسته؟ میرسید به دهلیزا، بعد میومد تو گره دهلیز بطنی، دستور دوباره تجمع پیدا میکرد، یه خورده میموند، دوباره پخش میشد، میومد اینجا، میشد این شد دستور، دوباره میاد اینجا انتقال. نگاه کنیم بچه ها، دستور انتقال، دستور انتقال، مگه غیر اینه؟ نه. پس دستور انتقال، دستور انتقال. خب اگه یه پیامی زیاد کسی بشنوه وسط شنیدن دستور اجرا میکنه. بله اینم همینه، انقدر گره پیش آهنگ در طول عمر ما انقدر به قلب گفته،
بروید در انقباض وسط دستور پیشاهنگ دهلیز میره تو اجرا، وسط دستور بعد میره تو اجرا. یعنی تا میخوای دستور بده به دهلیز بگی منقبض شو، همین میگه منقبض ده میرم داخل انقباض. یعنی دهلیز وای نمیسته بهش بگن منقبض شو دهلیز، بعد دهلیز منقبض شه؟ نه، قضیه اینجوریه، منقبض شده شروع کرده انقباض شو، این شروع کرده انقباض شو، بعد تو بقیه پیام میاد دهلیز اینجوریه. بله الان توی انیمیشن کاملا معلومه، دهلیز راست بطن راست، دهلیز چپ بطن چپ، گره پیشاهنگ، گره دهلیزی بطنی، گره دهلیزی بطنی، این الیاف بینه، الیاف بین دو بطنه، بعد بقیه بافت گرهی یا شبکه هادی رو میبینید. بچه ها نگاه کنید، خیلی حواستون رو جمع کنید، اینجا خونه تیره باید ببینید چون طرف راست قبله، راست تیره است، اینجا خونه روشن باید ببینید، به طور خیلی جالبی ببینید، تو رو خدا حواستون رو جمع کنید، وقتی گره پیشاهنگ پیام صادر میکنه ببینید با چه جای خودتون، این پیام به شکل نور تو انیمیشن دیده میشه، میبینید این نور زرد رنگ اینجا هاست، هنوز نرسیده به این آخر، ولی دهلیز یه دفعه منقبض میشه، پیام چیز خونو میزن توی بعد از اونجا میبینید پیام میاد اینجا، یه خورده تاخیر داره تو دیگر دهلیز، بعد یه لحظه میمونه، بعد شروع میکنه اومدن، پیام میاد به صورت یه نور تا اینجا، هنوز کل بط رو نگرفته ولی بعد میره توی انقباض. برا خدا ببینید، تو هم ببینید اون بالا رو نگاه کنید، اول چشتون اینجا حالا باشه رو نوری که در اینجا حرکت میکنه، همزمان نوره رو که نگاه میکنید خونه رو هم ببینید داره، بعد بیاید اینجا در واقع قسمت بطنی رو نگاه کنید خون اومد، این خون تو دهلیز راسته، دهلیز هم منقبض بشه اومد تو بعد، پیام هنوز کل بطن رو نگرفته، بعد انقباض کرد و خون رو ریخت تو سخرگاه، یه بار دیگه نگاه کنید، یه بار دیگه دهلیز شد پر از خون، پیام اینجاست، پیام اومد، هنوز پیام نرفته، دهلیز منقبض شد، هنوز پیام تا کل بطن نرفته، بعد منقبض شد، کل ماجرا این بود. پس وسط دستور کارشو انجام میده، چون خیلی تکرار شده این داستان، برای همین هم هست بچه ها. من میخوام یه چیز رو بگم الان، شاید شما بعدم برید فیزیولوژی قلب تو دانشگاه بخونید، خیلی علمی نباشه ولی برای کنکور خیلی راه اندازه کاره، خیلی تقریب به ذهنه، خیلی خوبه، خیلی برای کنکور جواب میده. بچه ها کلن بیاد اینجوری در تصور کنیم، دستورات صافن، انتقال پیام موج داره، اجراها هم صافن. یه بار دیگه میگی دستورات، دستور، دستورات صافن، انتقال، انتقالا موج دارن و اجرا، اجراها معمولا صافن، البته ما میدونیم وسط دستورات قلب میره توی کارش انقباض و اجرا و اینا کارشو انجام میده. خب بچه نها کنید، اینجا گره پیشاهنگ داد زد، دستور داد، دستور داد، خب. دستور تو هنوز تو خود گره پیشاهنگه، هنوز پخش نشده. الان با اینجا مقایسهش کنید، نگاه کنید تو نوار قلب چه حالتی داره، اونجا که داره اون کارو میکنه، اینجا تو نوار قلب ببینید چی ثبت میشه، دستور. پس الان گره پیشاهنگ تحریک شد، من این خط راست داشتم، دستور شد یه خط، خب دستور باید انتقال بده آقا شواری، انتقال، آها ببین برآمدگی شد. پس موج پی موجیه که داره نشون میده پیام تو دهلیز پخش شد، پیام انقباض دهلیز توی دهلیز پخش شد، موج پی یعنی یه بار دیگه نگاه کنید، دستور یه خط راست، حالا انتقال بعد بدید، انتقال یه برآمدگی شد، وسط این انتقال دهلیز میره تو اجرا، از بسی هی بهش دستور داده منقبض شو، پس وسط این انتقال دهلیز میره تو اجرا، میره داخل انقباض. خب حالا بیم جا پیام رفت و گره دهلیز بدنی، نه بله، یه تأخیری ایجاد میشه. حالا دستور تو گره پیشاهنگ، الان دستور تو بخشید گره دهلیز بدنی، دستور داد انتق. پس
از اینجا تا اینجا میاد این رسم میشه. بله آقا، مگه نرسیده به اینجا؟ هنوز که پیام کل بحث رو نگرفته. نگرفته، میره به سمت انقباض. میره به سمت انقباض چون ما قرار اونی شد وسط دستورات بریم تو انقباض. انقباض. پس یه بار دیگه اینجا یه تأخیر داریم تو گره دهلیز بعدی. خب خب بعد یه تأخیر داریم دستور هنوز گره دهلیز بعدی. دستور آره 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 آره. انتق انتق دیگه آروم آروم اینجا بعد میریم تو انقباض بعد. آره دیگه بعد تو انقباض تازه پیام کل بعد رو میگیره. آل الان انقباض شروع شد. این خط مشکی داشته رسم میشد، انقباض شروع شد. خیلی مواظب باش. یعنی نیومد. ببین اصلا قانونش اینه، این دستور انقباض بعدم کلا این سب نکرد دستورش تموم بشه. این تا اومد توی آر یه کوچولو بعدش گفت میدونم میخوای چی بگی، باشه انجام میدم، منقبض شد. و یه دستورم داریم الان دهلیز انقباض. دهلیز انقباض بعد انقباض بعد بره تو استرات عمومی. یه دستور داری آقا انقباضی نیست. قبلا تو تست هم گفتیم آره. هر همیشه پیام که قلب صادر میکنه انقباض نیست، شاید استراحت باشه. اتفاقا الان موقع دستور استراحت داده شده و دیگه کتاب راست نکرده این کجای ماجراست. آره هیچ چیز ما فقط همینجوری نشونش میدیم. این دستور برگشت به استراحت عمومی موجی تی. آره یعنی از مثلا اینجا دهلیز بعد منقبضه، بعد داره خون میده خون میده خون میده خون میده خون میده، بعد داره خون میده بیرون، یک دفعه بعد دستور برگشت به استراحت عمومی داده میشه. حدوداً وسط دستورات اجرا میشه دیگه. اینجا دستور برگشت به استراحت عمومی داده میشه، حدوداً وسط این دستور یه دفعه بعد میره تو استراحت عمومی. وسط دستور رفت به استراحت عمومی. آقا سری با هم مرور کنیم. بریم بچه ها همینجا رو داشته باشید، همینجا رو دستور خط راست. هنوز پیام تو خودی گرفت شما اینجاست پیام. آقا نری انتقاد کنی بگی تو کتاب درسی من یه جایی رو نشون داده دستور تو گره پیشاهنگه، ولی یه کوچولو هم موجه پیمانده بالا. همون جایی که یه کوچولو اومده بالا یه نگاه بکن، بعد گره پیشاهنگه لکه زرد تقریبا نیم سانتی هم دورش اعاده کرده. آره. یعنی دستور پیشاهنگ که رفت بیرون موجه پیشاهنگ میگیره. دستور اگه تو خود گره پیشاهنگ باشه اینجوریه. دستور انتقال برامدگی وسطش انقباض، انقباض دهلیز، تأخیر تو گره دهلیز بطنی داریم. بله دستور تو گره دهلیز بطنی داریم. دستور تو گره دهلیز بطنی داریم. انتق میگه من میدونم که باید بطنم رو منقبض بشم و میره داخل انقباض. آل در حالی که آل لره میره بعد تو انقباضه، بعد تو انقباضه، بعد تو انقباض دستور به استراحت عمومی داده میشه. حدودا وسطای دستور به استراحت عمومی همه میرن تو استراحت عمومی. حالا وقتشه به بچه ها بگیم آقا اومدیم و سوال نوار قلب اومد تو کنکور، یا معلم محترم مدرسه سوال نوار قلب داد. خب چه کار کنیم؟ اولا یا خود نمودار نوار قلب و کنکور معلم عزیز مدرسه انداخته رو برگه، یا اینی که عبارتی داده نوار قلب رو نکشته برات. در هر صورت، در هر صورت تو یه نوار قلب داری آه. که یا خودت با مداد نوچیت بکشه رو برگه اگه بد ندادن، اگر هم هست که جلو روت دیگه تموم پی کیو آر اس تی تموم شد. آقای شعبانی چه کنم با سوال نوار قلب که بتونم سوال نوار قلب تو کنکور تو مدت زمان پایین بزنم؟ به سوال معلم عزیز مدرسه‌ام جواب بدم، نمره کاملشو بگیرم، کتابا کنگامسی هم مثل آب خوردن نمودار نوار قلب رو بزنم. اولی نوار قلبته. خب ببین چند تا کار بهت میگم، گوش کن، دنبال ما را بیا. یک، سه تا خط روی نوار قلبت رسم کن. حالا کجاها رسم کن؟ اولین خط تو کجا رسم کنه آقای شکری؟ بعد وسط پی رسم کنه، یعنی درست قله پی. قله پی یه نقطه شی رسم کرده، خودت میفهمی بعدن چرا. آقا دیگه دومین خط بگرد دنبال دومین قله. دومین قله اینجاست، تو خود قله رسم نکنی یا یه کوچولو بدترش رسم کن. آها ببین یه کوچولو بدتره. خب یه قله دیگه بیشتر من یه قله دیگه هم دارم ایناش، تو خود قله رسم نکن، یه کوچولو اون بدترش رسم کن. پس من سه تا قله داشتم، قله پی، قله آر، قله تی. وسط قله پی یه خورده بعد آر یه خورده بعد تی نقطه چینات رو رس کن. تموم شد آقا جان. بچه ها میدونن
این خط صافه خب. گره پیشاهنگ آره گره پیشاهنگ اینجا شروع به نواختن کرد. موج پی انتقال پیام تو دهلیزا بود. بله پی تا کیو داشت میرفت به طرف گره دهلیزی بدنی و تأخیر در گره دهلیزی بدنی. بله انتقال بچه ها اینو میدونن. بله بچه ها میدونن که این یعنی یعنی چی؟ اینجا رو ببین آقا شهوانی اومده گره پیشاهنگ رو زرد کرده یعنی میگه این آبیه هست. آره اومده سه تا رشته که اومده پایین بره به سمت گره دوم تا یک تا دو سومش زرد کرده. میخواد بگه آقا تا اینجا که میای پیام داره گره پیشاهنگ میره گره دریزی بعد هنوز نرسیده از طرف دیگه میاد میگه اینو میبینی این دست تاریک رفیق دریز سمت چپ هنوز پیام به اون ته نرسیده تو قله پی همه اتفاقات ولی دهلیز وارد انقباض میشه. خب انتق خب انتق ان انتق آره انتق کیو آر آل خب میشه کنارهاش. بله اینا کنارهاش. آره انتقال آره انتق آل اینا خب همه دیگه رفته داخل بطران ولی نکته مهم اینه نمیذاره پیام سر تا سر بطرها بره. از وسی گفته بطر منقبض شو رسید به آر میگه وایسا وایسا منقبض میشم یه کوچولو بعد آر منقبض انقباض شروع میکنه. بعد وقتی هم موج چی اینجا استراحت عمومی مگه نداره؟ بله بله اینجا مگه قلب تو استراحت عمومی نیست؟ کاملا موافقم. بعد تی دیگه قلب تو استراحت عمومیه. خب پس اینجا پیامی در کار پیام انقباضی در کار نیست. فقط میتونیم بگیم موج تی خودش پیام استراحته که حالا تو قلب جاری میشه. این شبیه چه عدد انگلیسیه؟ شش. ببینید بچه‌ها من کم رنگش کنم این شبیه ششه. آره این شبیه یک نیست. یک. این شبیه چنده؟ هفت. اینم که هیچ خبری نیست صفره. 61 70 61 70 وسط شش رو بگیر میخوره تو وسط پی. یک رو ببین میشه انتق میشه کیو آر آلا ببین میشه هفت. اینا هفت. اینجا هم که یک پیام انقباض در کار نیست صفره. 61 70 یعنی تو که نمیتونی سر جلسه کنکور و مدرسه برداری شکل استبودی ما رو بکشی. تو به خاطر اینکه شکل استبودی نکشی سه تا خط بکش. ببین 61 70 که اگر 6 رو دیدی یادت بیفته اینجا چه خبره. اگه 1 رو دیدی یادت بیفته اینجا چه خبره. آقا من چند تا سوال کنم جواب بفرمایید. آقا زمانی که میانه موج کیو تا آر قرار داریم میانش پیام هدایت الکتریکی قلب ما بین دیواره دو بطن است. نه آقا شعبانی یکه عدد یک میشه دیواره مشترک بین دو تا بطن. یه بار دیگه بگم زمانی که میانه موج کیو تا آریم میانه موج کیو تا آر یعنی اینجا پیام هدایت الکتریکی قلب خب در دیواره بین دو بطن ها بین دو بطن دیگه حالا دیواره خارجی نیست بین دو بطن حالا حل شد همون یکه. اول آقای شاکری مثل دانش آموز رفت سمت اینه که دیواره خارجی نه خارجی رو تره. آره همون هفته است دیواره بین دو بطن درسته. بله آقا میتوان گفت خب میتوان گفت خب زمانی که نوار قلب خب از آر به سمت اس در حال رسم است. خب از آر به سمت اس 77 میگه خوب. در حال رسم است هدایت الکتریکی قلب در گره پیشاهنگ است. نه گره پیشاهنگ که میکار نشسته هدایت پیام در دیواره در دیواره های خارجی دو بطنه. گره پیشاهنگ اینجا بوده. میدونی چقدر گذشته این ماجرا؟ آقا زمانی که موج ابتدای موج تی در حال رسم است ابتداش رو خیلی رسم کنی خب میشه اینجا. خب هدایت الکتریکی قلب در گره دهلیزی بد نیست. هدایت نه تموم شده گره دهلیزی بد یک هفتمون تموم شده اصلا اومدیم اینجا انقباض بد هم بیا آخراشه. الان نوبت اینه که پیام تی پیام استراحت عمومی سر تا سر
قلب فرا بگیره. متوجه شدید آقای شاکری چجور به من جواب میداد؟ نگاه میکرد به این خطا و رو خطا، اول ناحیه سوال مشخص میکرد من کجا دارم ازش سوال میکنم، یه موقعی دست گذاشت اینجا، یه موقعی دست گذاشت اینجا، میفهمید ای من تو این ناحیه دارم ازش سوال میکنم، میفهمید ای من تو این ناحیه، یه نگاه میکرد برابر شکل جواب میداد. پس اینو داشته باشید. تمام آقا، صدای اول قلب درست اینجا شنیده میشه. صدای اول قلب دریچه دریزی بطنیاتون میاد کلن دریچه بسته بشه صدا میده. صدای اول قلب طولانی قوی گنگ، طولانی قوی گنگ، پوم. پس صدای باشه صدای اول قلب به خاطر بسته شده دریچه دریزی بطنی، یعنی سه لختی و دو لختیه، پوم. طولانی قوی گنگ که کجاست؟ تو این حد فاصله داره صدا ایجاد میشه. بودن از آر یکم و از آر تا اس بل. داره ایجاد میشه. حاصل بسته شده دریچه سلختی و دولختی. خب واقعا هم حق ماجرا همینه، چون بطنا میخوان منقبض شن خونو یادتونه میزنن زیر دریچه دولختی سلختی دریچه بسته میشه. بگه بانم اینجا بطن انقباض، پس واقعا حقیقت داره. صدای دوم قلب اینجاست. صدای دوان قلب به خاطر بسته شدن دریچه سینیه. خب چه موقع سینی بسته میشه؟ بعد منقبض بود دیگه قبلش اون صدای، درسته؟ حالا اومد تو استراحت، خون دوست داره از آورت و سخرگ ششی برگرد داخل بطنها. پس یعنی بعد منقبض بوده، تا حالا خون داشته میرفته تو سخرگا، حالا بعد میخواد برگرده حالت استراحت، خون دوست داره انگار برگرده داخل خود بطن، یعنی اینجوری بعد خونو میکشه طرف خودش. چون میخواد یه اتفاق نیفته خون برنگه داخل بطن، دریچه سینی بسته میشه. صدای کوتاه و واضح و واضح، تاک پوم تاک. قدیم تیک تاک بود، الان پوم تاک. صدای اول قرب طولانی قوی گنگ، صدای دوم کوتاه و واضح. پوم مال اول بود، مال کوتاه، مال صدای دوم هم شد تاک. خب آقا یک بار دیگه بچه‌ها امتحان کنیم، خودشون هم یاد بگیرن. سوال نوال قلب بهشون دادن، سه تا خط باید بکشن. کجا میشه؟ یه خط. خودت میدونی سه تا قله داری، یکیش رو خود قله است پی، یکیش قله رو پیدا کنی کوچولو اونورتر آر، یعنی بعد آر، یکی دیگه هم قله تیه، قله تی رو پیدا کن یک کوچولو اونورتر. خب حالا بچه‌ها باید یاد بگیرن هدایت اینتریک قلب رو نوار قلب خالی کنن. 61 70 کجا بنویسن؟ این پیه می‌بینی؟ خب شبیه 6 بعده نیستش. خب بله 6 6. خب این یکه. خب این 70، این هفته. خب 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 این اگه هیچی نیست، پیامی اینجا نیست، پیام انقباضی نیست. حالا آقا وقتی هیچ پیام انقباضی در قلب نیست، استراحت عمومی اینه. خب تو استراحت عمومی من مرور کنم، از دهلیز خون داره میاد داخل بطن، دریچه‌های دهلیزی بطنی سه لختی و دو لختی بازن، دریچه‌های سینی بستن، هیچ نیروی انقباضی پشت دهلیز نیست، اما خون داره داخل بطن وارد میشه، تموش زیاد میشه خون بطن، ولی خون از بطن خارج نمیشه. آقا اینجا استراحت عمومیه نه؟ بله. ما گفتیم کجا انقباض دهلیز داریم؟ انقباض نه اینجا خود پی. پس قبل این هنوز استراحت عمومی اینجا، درست اینجا وسط پی، یه دفعه میریم تو انقباض دهلیز، یعنی این. خب ببین اف گذاشته پشت دهلیز ها، دهلیز داره منقبض میشه، خون از دهلیز داره میاد داخل بطن، دریچه‌های سینی هم بستن. آقای شعبانی سوال دارم، در طی انقباض دهلیز ها دریچه دهلیز بطنی باز شد؟ باز مانده، چون قبلا باز بود. دریچه سینی بسته شد؟ بسته بوده، بسته مانده. حجم خون بطن رو به افزایش، حجم خون دهلیز رو به کاهش، برای خروج خون از هر بطن ممانعتی وجود ندارد. دارد. دریچه سینی این شد انقباض دهلیز. حالا انقباض دهلیز ها اینجا تون میشه تا، یعنی وسط پی تا یه خورده بعد آر. آره قله آر رو پیدا کن یه کوچولو اونورتر، یک دفعه میرین تو انقباض بعد. خب تو انقباض بعد چه اتفاقی باید بیفته؟ دریچه سلختی و دولختی بسته میشن. صدای اول پوم میشه چی؟ طولانی قوی گنگ، قوی گنگ. دریچه‌های سینی بازن. خب و داره خون میاد بیرون، نیروی انقباضم پشت بطنه تموش. بطن بهش فشار میدی، خب دریچه سینی باز شده، خون داره از بطن خارج میشه، حجم خون بطن رو به کاهشه،
درجه دهلیز بطنی بسته یا باز؟ بسته. حجم خون دهلیز رو به دهلیز خون دهلیز خوب خود رو به افزایشی چون خون داره میاد. دهلیز در حال خون گیری یا خون دهی؟ خون گیری. بعدها در حال خون گیری یا خون دهی؟ خون دهی. خون دهی. خب آقا بعدها دارن منقبض میشن. خب. منقبضن منقبضن خون دارن میدن خون دارن میدن خون دارن میدن. در همین حال پیام استراحت عمومی قلب صادر میشه اما همچنان بعدها در حال انقباضن. حالا که رسید یه وسط یک کوچولو از وسط اونورتر یک دفعه بطن رو میرن تو استراحت و همشون استراحت میکنن. بطنی که منقبض بود یهو میخواد برگرده عقب. خون دوست داره از سخرگا بیا داخل بطن ولی در چای سینی اجازه نمیدن و صدای دوم قلب دوباره خب شنیده. بچه ها قضیه اینه، بچه ها قضیه اینه، تو رو خدا گوش کن. سوال بهت داده معلم عزیز مدرسه یا کنکور یا کتاب کمک آموزشی، اینجوری سوال داده. خوب نگاه کن، من اول ناحیه شناسی میکنم، ناحیه رو که شناختم مچ رو دیگه میگیرم و حلش میکنم. نگاه کن به من میگن که زمانی که موج کیو تا آر در حال رسم است. خب بعد بگرد نامال موج کیو تا آر. خب این موج کیوه، این هم تا آر. آها اینجا رو میخوای. پس هر سوالی داره اگر تو هدایت الکتریکی قلب سوال کنه، یعنی این بله، یعنی با این کار داره. بله با اعداد. اگر توی کار قلب سوال کنه با اون بالا یا کار با پس یا با این کار داره یا با این، یا هر دو رو مورد سوال قرار میده. با هم هم میتونه بخواد. حالا داشته باشید، میخوام یه تیپ کنکوری براتون بیام بفهمید چه کار میکنه. اول باید ناحیه شناسی کنیم. اول شد ناحیه شناسی، بعدم که ویژگی ناحیه رو میبرید یا تست رو جواب میدی. آقا زمانی که کیو تا آر در حال رسم است اینا اینجا میشه. آقا زمانی که کیو تا آر در حال رسم است دریچه های سینی بازند. دریچه سینی اینجا باز؟ نه، دریچه سینی تو بطنها، تو انقباض بطنها باز بود، اینجا بسته است. آقا شعبانی دریچه های سلختی و دولختی خوب. باز شدند. دریچه های سلختی و دولختی کی باز می شدند؟ توی استراحت عمومی باز می شدند، نه اینجا. اینجا باز می مانند. دهلیزها در حال انقباضند. دهلیزها در بله 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 بله. ببین از این قله پی تا همین خود آری کوچولو اونورتر که این کیو آرم شامل میشه، دهلیز در حال انقباضه. حجم خون در بطن‌ها به شدت در حال کاهش است. نه اتفاقا بطن‌ها توی این قسمت دارن از دهلیز خون میگیرن، حجم خون بطن‌ها رو به افزایشه. آقا یه ناحیه شناسی دیگه بکن. بریم. زمانی که ابتدای موج پی در حال رسم است، اینجا استراحت عمومی. ابتدای موج پی نشون بدید یعنی دقیقا کجا. آهان، زمانی که ابتدای موج پی در حال رسم است، یعنی همون اول اول پیم. خب آقا پس یکی اگه تو هدایت میخواد اینو ازت میخواد، اگه تو کار میخواد اینو میخواد. نمیتوان گفت هدایت الکتریکی قلب، هدایت الکتریکی قلب در دیواره بین دو بطن است. نیست واقعا. نیست واقعا. هدایت پیام بین دیواره دو بطن مربوط میشه به شماره یک. ولی ما در اون ور داریم صحبت میکنیم، در پشت این خط داریم در صحبت میکنیم. بله. آقا میتوان گفت دریچه‌های سینی بستن. دریچه‌های سینی اینجا بستن. بستن. دریچه بطنی بازه. میتوان گفت در بطن حجم خون در حال افزایش است. داره بطن خون میگیره، حجم خون قطعا تو این نقطه رو به افزایشه. میتوان گفت قطعا دهلیز همون قبضه. نه آقای شعبانی، هنوز به قله پی نرسیدیم، پس دهلیز ها در حال استراحتن. حالا یه تیپ دیگه، زمانی که موج کیو تا آر در حال رسم است، ناحیه رو شناسایی کنید. اینجا پس هر چی حرفو بزنه بین این دو خط بخواد بپرسه، یا از این میپرسه یا عظیم. بالا. مانند زمانی که ابتدای موج پی در حال رسم است. خب این استراحت عمومی اینجا. پس داره دو تا رو با هم مقایسه میکنه. انقباض دهلیز با استراحت عمومی داره مقایسه میکنه. داره دقیقاً اینجا رو بچه ناحیه شناسی اول با اینجا مقایسه میکنه. بفرمایید. پس زمانی که اینجاییم، مانند زمانی که استراحت عمومی اینجاییم، حجم خون در بطن‌ها در حال افزایش است. حجم خون بطن‌ها تو هر دو تاش در حال افزایشه. داره خون میگیره بطن‌ها. دهلیزها قطعاً منقبضه. دهلیز اینجا منقبضه ولی اینجا در حال استراحت عمومیه.
دریچه های درختی و سلختی بازن. بله، درختی و سلختی تو هر دو بخشمون بازه. قطعا هدایت الکتریکی قلب نوک بط رسیده. هدایت الکتریکی نوک بط؟ نوک بط؟ نه حالا به زور اینجا رسیده، ولی اینور نه، اینور نه. تیپا رو فهمیدید؟ حالا یه جور دیگه هم سوال میکنم. بله. آقا زمان یک دهمی اینجاست؟ بله زمانه دهلیز. بله یک دهم. سه دهمی زمان چهار دهمی. در زمان یک دهمی کار قلب، یعنی انقباض ریز ها، مانند زمان سه دهمی، یعنی انقباض بعد ها، یعنی کل این قسمت رو مواظب باشن. بگو دریچه دولخت سلختی باز است. دریچه دولختی سلختی باز دارم، ولی اینور بسته است. تو یک دهم باز، تو سه دهم بسته. حجم خون در بطن ها قطعا در حال کاهش است. حجم خون بطن ها توی یک دهم افزایش، توی سه دهم کاهش. فهمیدید؟ کل ماجرا اینه. خواهش شبانه یه تیپ هم من بگم. آره فقط یه بار دیگه براتون مرور کنم. ناحیه شناسی کرد. بعدش بعد گفت یا اینو ازم میخوان یا اینو، یا جفتشون رو با هم. تموم شد. یه حالت، یه حالتم اینو برمی‌دارم با یه ناحیه دیگه مقایسه می‌کنم. بفرمایید. آقا شبانه این فلش علامت سوال می‌خوره اینجا. خب بله، یه فلش خورد اینجا. خب در هنگامی که هنگامی که بخش مورد سوال در نوار قلب مثلا رست داره میشه. خب یعنی یه فلش خورده اینجا، میگه در قسمتی که با فلش مشخص شده است حجم خون دهلیزا رو به افزایش. خب وایسا اول ناحیه شناسی میکنم. قسمتی که با فلش مشخص شده این ناحیه است. خب حالا بگو حجم خون دهلیزا رو به افزایش. حجم خون، آره خون داره میاد تو دهلیزا، درش سلختی دولختی بستن، پس حجم خون تو دهلیزا داره میره بالا. حجم خون بطن‌ها در حال کاهش. بله حجم خون بطن‌ها در حال کاهش است. صدای اول قلب شنیده میشود اینجا. اینجا آره. صدای اول قلب اینجا شنیده نمیشه. صدای اول قلب اینجا شنیده شده، تموم شده. همزمان هر چهار دریچه بسته میمانند. نه اینجا دو دریچه بسته است، دو دریچه بازه. دریچه های دهلیزی بطنی بسته میمانند. دریچه های دهلیزی بطنی تو این نقطه، دریچه های اینجا، دریچه دهلیزی بطنی بسته میمانند. نه قبلا باز بودن، اینجا باز بسته میشوند. نه اینجا بسته شد صدای اول قلب، پس اینجا بسته میماند. آقا یه بار دیگه بنویس. یه بار دیگه. خیلی قشنگه. ببین رو فعل دارم کار میکنم. میشود، میماند، بوده. یه بار دیگه بگو آقا. در بخش مورد سوال. آره آره. دریچه‌های دهلیزی بطنی بسته میمانند. اینجا بسته شد. داره میرسه به دریچه اومد. واقعا هم اینجا بسته میماند. عجب قشنگ بود. دریچه‌های سینی باز میشوند. دریچه‌های سینی باز میشوند. کجا باز شد؟ باز شده. بعد از اولین، بعد از صدای اول قلب، بلافاصله بعد از صدای اول قلب درجه سینی باز میشه. پس اینجا، اینجا باز شد. اینجا باز شده. پس اینجا باز فلشیه میمانند. میمانند. باز میمانند. رو فل تاکید دارم. آقا شبانی زمانی به بچه‌ها نشون بده که صدای اول قلب شنیده شده. شنیده شده؟ آره. خب ببین اینجا شنیده میشه. میاد. خب شنیده میشه. پس تا اینجا شنیده شده. زمانی نشونه بچه‌ها بده که هر چهار دریچه قلب بسته است. زمانی که صداها دارن به گوش میرسن. صداها، هم صدای اول هم صدای دوم. هر چهار دریچه یه لحظه همه با هم بستن. پس مواظب باش. توی دریچه ها سه تا شکل برات گذاشتیم. هنگامی که سینیا باز بود و دریچه بطنی بسته بود. هنگامی دریچه بطنی باز بود سینیا بسته بود، به هنگامی که هر چهارتاش بسته بود. کی هر چهارتاش بسته است؟ زمانی که صدای قلب داره میاد. پس یه بار میشه تو ناحیه آر به است، یه بارم تو ناحیه انتهای تی. اینا رو مواظب باش. آقا بعد از صدای اول قلب چه دریچه باز شه؟ بعد از صدای اول قلب، خب دریچه‌های سینی بعد باز شد. بعد از صدای دوم قلب چه دریچه باز شه؟ دهلیزی بطنی ها. آقا این دریچه سینی اینجا باز شد، با انقباض باز شد یا با وزن خون؟ نه اینجا انقباض بطن ها باعث باز شد. اینجا که دریچه سلختی باز شد، با انقباض باز شد یا با وزن خون؟ با وزن خون. پس مواظب باش، هر باز شدنی لزوما با انقباض نیست، هر بسته شدنی هم لزوما با انقباض نیست. بسته شدن سینی با وزن خونه، بسته شدن ریز بطنی با انقباض بطنه. آقا ما بین صدای اول و دوم قلب، ماشاءالله چه صدا، چه تستی توی کنکور، نمیدونم حالا کنکور اخیر بود. آره آره
مابین صدای اول و دوم دستمو گذاشتم. یک کوچولو به اون انتهای تیم میخوام برسم. اینجا هم از آر به پایین دارم میام. خب بگو. قشنگ ناحیه شناسی کرد. مابین صدای اول و دوم قلب حجم خون در بدن‌ها در حال افزایش است. در حال کاهش آقای شعبانی. دریچه دو لختی و سه لختی بسته میمانند. آره. گفتی بین صداها؟ آره. آره. تو صدا بسته شد. پس بعد صدا بسته میماند. بلا فاصله بعد صدای اول قلب. اینجا. آها دیدید. بلا فاصله بعد صدای اول قلب. دریچه دو لختی و سه لختی بسته میشوند. نه آقا شعبانی، اصلا بسته شدن اونا صدای اول قلب رو ایجاد کرد. اصلا سوال کنکور بودی خود. آره بعد از اول قلب در چه سینی باز میشه. اصلا تو چرا صدای اول قلب رو شنیدی؟ چون در چای دو لختی سه لختی بسته شدن. خب پس دیگه معنی نداره من میگم بعد از صدای اول قلب در چای دو لختی سه لختی بسته میشون. اینا اتفاقا بسته شدن تا صدای اول قلب رو ایجاد کردن. آقا شعبانی جان، بیام هر چی ویژگی داخل انقباض دریزا بود بگیم، بعد هر چی هم بود توی این سه دهم بگیم، تو چهاردهم بگیم. خب آقا از چهاردهم شروع کنیم. تو استراحت عمومی بچه‌ها به ترتیب بنویسید. به ترتیب بنویسید. اینو فکر کنید دارید یا رسمش کردید بنویسید. نشینی حفظ کنی ها. این همه تصویر سازی ها نمیشه. این همه لایه چینی. فقط برای اینکه یادت نره سریع‌تر بتونی مرور کنی میخوایم بگیم. خب آقا بپر... تو محله چهاردهم یعنی اینجا و قبل پیر. خب یه خواهشی دارم. جا. از انتهای تی حرکت کنید برید تا برسید به ابتدای پی. آره دیگه. آره یعنی به ترتیب ویژگی رو ببینید بچه‌ها. به استراحت عمومی قلب. خب بیایم اول رو هدایت پیام الکتریکی قلب بفرمایید. پیام انقباضی در کار. پیام انقباض در کار هست. انتهاش. پیام انقباض دهلیز اینجا انتهای استراحت عمومی منتشر شده. چقدر قشنگ. پس مواظب باش. پیام استراحت هم در کار هست. ابتدای استراحت عمومی ثبت شده. پس توی مرحله 14 هم پیام انقباض می‌بینی ابتدای پی، هم پیام استراحت می‌بینی انتهای چی. خب خیلی از هدایت پیام هدایت خب. بریم سراغ کارا. کارا از همینجا شروع کنید که صدا ایجاد شد تا بره بعدش. خب آقا اولا ابتدای استراحت عمومی صدای دوم قلب داره. صدای دوم قلب به خاطر بسته شدن کی؟ به خاطر بسته شدن دریچه سینی شکل. صداش چی بود؟ چاک کوتاه بازه. خب آقا بعد صدا چه اتفاقی میفته؟ بعد شاید. صدا کی باز میشه؟ دریچه دهلیزی بدنی ها باز میشن. پس خون از دهلیز میاد داخل بد. حجم خون بد روبه افزایشه. دهلیز در حال خونگیری هست. بد در حال خونگیری هست. خون از بد خارج نمیشه و بعد از این اتفاق دریچه سینی بسته میماند. دریچه دهلیز بدنی هم باز میماند و انتهای استراحت عمومی آغاز ثبت موج پی، تحریشان گره پیشاهنگ و هدایت پیام از گره پیشاهنگ به اون تارهای دهلیزی و این مسائل. تا کی؟ تا قله پی. رسیدیم به قله پی. هنوز پیام هدایت الکتریکی قلب به خود گره دهلیزی بدنی نرسیده. خب ولی دهلیز رفتن تو انقباض. پس این شو مرحله یک دهم ثانیه. از کجا شروع شد؟ از قله پی که انقباض دهلیز شروع شده. تا یه خورده از آر گذشته. از اینجا شروع میکنیم تا اینجا نکاتو میگیم دوباره هم بنویس. خب بریم اول سراغ پیام الکتریکی. پیام الکتریکی قلب در طی انقباض دهلیز به گره دهلیز بدنی میرسه. به گره دهلیز بطنی میرسه در حال رسیدن. بله این قسمت آره. داره پیام ارسال میشه آره. بله اینو داریم. بعد پس در طی انقباض دهلیز ها پیام الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دهلیز بطنی میرسد. دیگه یه جایی داریم دهلیز منقبضه ولی داره پیام ما بین دیواره دو بطن میره. بله ما دهلیز منقبض داریم، تحریک گره دهلیزی بطنی هم داریم، هدایت پیام بین دیوار دو بطن هم داریم. این شد از نظر الکتریکی. از نظر مکانیکی بررسی کنیم. توی انقباض دهلیز خب دهلیز در حال خونگیری هست. بعد در حال خونگیری هست. دریچه دو لختی سه لختی باز هست. دریچه سینی بسته مانده هست، یعنی بسته میماند. اونم باز میماند. پس این شد مرحله یک دهم
سال رسیدیم به آری. یک دفعه صدای اول قلب میاد به خاطر اینکه دریچه دولخت سلختی بسته شد و خون زده زیرش. پس از این قسمتی که آر شما گفتی کوچولو بعد از آر، یک کوچولو بعد از تی، مهره صدام ثانیه بچه‌ها در نظر بگیرن. یکی از ویژگی‌های آقای شعبانی گفت صدای اول قلب در ابتدای انقباض بطن شنیده میشود. چرا؟ چون دریچه‌های دریز بطنی بسته شد. اینجا هر چهار دریچه بستن یه لحظه. آفرین آفرین. سینی ها باز بلا فاصله بعد از صدای اول قلب دریچه سینی باز میشود. بعد اینجا تو بین آر تا اس پیام هدایت الکتریکی قلب در جانب بطن هاست. بله بله. از آر تا اس دیواره خارجی بطن توی بافت گرهیش پیام داری. و مورد بعدی در ته انقباض بطن توی ناحیه حجم خون دهلیز ها رو به افزایشه. حجم خون بطن ها رو به کاهشه. فشار خون بطن مثبت یا منفی؟ فشار خون داره میره بالا تو بطن. خب مثبته. هول میده بیرون. خون هول میده به سمت بیرون و خون رو میریزه بیرون. ولی این نکته ریز میخوام بگم. قبل که توضیح بدم نکته رو بنویس. در تای انقباض بطن فشار خون بطنی مثبت میباشد، اما ابتدا افزایش سپس کاهش. با توجه به فعال کتاب و نظر علمی هم درسته. با توجه به فعال کتاب ابتدا افزایش سپس کاهش. اینو مواظب باشید. در تای انقباض بطن تشکیل موج استرات عمومی داریم یا نداریم؟ داریم. در تای انقباض بطن موج انقباضی بطن داریم یا نداریم؟ انقباض بطن موج انقباضی بطن داریم؟ داریم. بله استشو داریم. پیام انقباضی بطن. بله بخش استو داریم. و سوال بعدی من، در تای انقباض بطن هر دو صدای قلب شنیده می شود؟ اینجا شنیده می شود، اینجا هم شنیده. خب اینکه مال انقباض بطن نبود که، این مال استرات عمومیه. مواظب باش صدای اول انقباض بطن، صدای دوم اول استرات عمومی. خیلی مواظب باش. بگیم بین دو صدا آره میشه انقباض بطن، ولی خود صدای دوم مال استرات عمومیه. اینا رو مواظب باش. الان هم ویژگی محله یکدهم گفتیم، هم مرحله سدهم، هم مرحله چهارم. دیگه هم نوار قلب مفهومی جا افتاد، هم الگویی شد. الگویی جا افتاد. بچه هم دیگه دست نویس خوب دارن و میدن داستان. یک ناحیه رو مشخص میکنن، دو نگاه میکنن به پیام هدایت الکتریکی و مکانیکیش و بله. ببینن چی میخواد طراح. تموم شد. راحت است و حل کن حالشو ببر. دیدید؟ حال کردید؟ به این میگن نوار قلب به یه سبک متفاوت. خب دیگه فکر کنم مفهوم این دایره رو کامل متوجه هم دیگه. الان کامل میدونید این دایره چیه؟